امشب در خدمت آقای دکتر محمد جواد لاریجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. خودمون هم در مسئولین یه خورده میتونه این تلقی رو دامن زده باشیم، مثل اینکه مثلا ما بگیم چرخهای سانتریفیوژ باید بچرخه همونجوری که چرخ کارخونه ها باید بچرخه. این معادله اصلا با هم همشأن نیست. یعنی اگر چرخهای کارخانه نمیچرخه، این ناشی از این است که ما دید بد اقتصادی رو پیش بردیم. چرخهای سانتریفیوژ الان بدهکار نیستن به کسی. من دیدم برخی از دوستان ما اخیراً این معادله رو توسعه هم دادن، گفتن که همونجوری که حق مسلم آینه، حق مسلم آزادی بیان فلان و بهمان این از چیزاست. یعنی پس از یه مدتی ظاهراً این صنعت و دانش هستی ما کلی بدهکار شده. این درست نیست. این تلقی انعکاس بد داشته. لذا بسیار ضروری است که ما اقتصادمون رو کاملا بر اساس واقعیات ببندیم و اقتصاد مقاومتی باشه. ای کاش این بودجه که برای سال 93 میرفت، این بودجه کاملا بر اساس اقتصاد مقاومتی بود. اون وقت آمریکایی‌ها میفهمیدن که کسی در ایران نیست که حاضر باشه از دستاوردهای بزرگ ملیش صرف نظر کنه به خاطر تحریم ها. این هم یک نکته است. یعنی اگه ما بخوایم با دنیا مذاکره درست داشته باشیم، دنیا مقصودم آمریکایی‌ها، بقیه کشور دنیا چه نیستن. آمریکا و غربی که در سر تحمیل خودش هست، ما باید به اونها حالی کنیم که چه تحریم باشه چه نباشه این کشور مشی پیشرفتش ادامه میده. ما لایحه بودجهمون میباست این سیگنال مهم رو به غرب بده. نکته سوم این است که اونا فکر میکنن حالا اگر 100 گیر نیاوردن 60 که میتونن به دست بیارن. شاید زبان تهدید و فشار بتونه یه دستاوردهایی داشته باشه و این سه تا عامل سبب شده که اینها یک زبان بسیار سخیفی رو به کار ببرن. البته خود دولت اونها هم وابسته است. نقش رژیم صهیونی و حکومت‌های غرب یک نقش پیچیده است. هم غرب از رژیم صهیونی داره به عنوان یه لولو استفاده میکنه برای پیشبرد اغراضش. هر وقت میخواد جایی رو تهدید کنه میگه خب اسرائیل ممکنه فلان کار بکنه. هم این حکومت ها خودشون دست نشانده مافیای بزرگ صهیونیستی هستن. یعنی یک پدیده خیلی ساده ای نیست، دو طرفه است و قابل تأمل هست. آقای دکتر، در مورد حالا این برنامه اقدام یا این تفاهم نامه یا هر چی که حالا اسمش رو بتونیم دقیق بگیم، کارشناسان، گروه های سیاسی و جناح و مسئولان مختلف قوای مختلف چطور باید اظهار نظر بکنن که هم اگر نقص‌های احتمالی وجود داشته باشه به نوعی کشف بشه و به تیم مذاکره کننده کمک بشه، هم در واقع با پشتوانه قوی این تیم مذاکره کننده بره و مذاکرهش رو انجام بده. دو تا نظر عمده الان ما ببینیم. برخی معتقدن اصلا نباید در مورد این قضیه صحبت بشه که حالا به نوعی مخاطراتی رو داره. برخی ها میگن مثلا مخالف این قضیه هستن، باید صحبت بکنیم تا بتونیم تو فضای باز و شفاف هم اطلاعاتی رو به مردم بدیم و منتقل بکنیم، هم اگر کماکاستی ها و نقص هایی وجود داره بتونیم کمک بکنیم. البته دولت محترم ما و دوستانی که مذاکره میکنن طبیعتاً مورد حمایت وسیع آحاد ملت نظام هستن. هرگز نباید احساس ضعف بکنن. اون نکته که شما گفتید یه محضوری هست که وقتی ما میخوایم این رو تحلیل کنیم، جوری نباید تحلیل کنیم که دشمن سوء استفاده بکنه. منتها خود اونا هم دارن تحلیل میکنن از جهات مختلف. در مورد نهادها مختلفه. البته مردم ما یه برداشت کلی دارن که این مسیر یک مسیری است که انشالله نتایج خوبی خواهد داشت. به نظرم این انشالله همینجور خواهد بود. یعنی این تلقی مثبت هر چی بشه ما یک قدم جلو هستیم. به هر صورت اگر یه وقتی هم تلقی بوده که یک راهی نتیجه رو میداده، ما این روشن‌تر خواهد شد. نهادهای مسئول باید وظایفشون انجام بدن، چون مصالح ملی مطرحه، استقلال مملکت مطرحه. بخصوص مجلس، من فکر میکنم مجلس در این زمینه کمکاری داره. یعنی الان باید دهها کارشناس از طیف‌های مختلف در مجلس جلسات طولانی داشته باشن، از بی بسم الله تا تای تمت این سند رو نقطه به نقطه، خط به خط تحلیل کنن، نمایندگان مجلس در جریان بحث‌های مختلفش باشن. بعضی از مسائلی که در این سند هست به نظر من با قانون اساسیمون تضاد داره. مثلا در بخشی که مربوط به دوره طولانی هست که این دوره طولانی دوره نهایی اسمشه، میتونه 20 سال طول بکشه. در این دوره طولانی یک بندش هست که ما در این دوره طولانی هر گونه برنامه ریزی برای غنیسازی و توسعه غنیسازیمون رو باید به شکل استصوابی به تصویب کشورهای 5+1 برسونیم. یعنی اونا باید تشخیص بدن اصلا ما نیاز داریم، توش نوشته کجا باید، چقدر نیاز داریم، کجا باید غنی سازی کنیم، چقدر دیپو کنیم، کجا دیپو کنیم. خب البته ایناش که در امپیتی نیست، ما شاید به شکل طبیعی در این بحث داخلی کشور ماست، در داخل کشور ما باید مسئولین تصمیم بگیرن، بحث داخلی است. خب بحث داخلی ما که نمیتونه به نظر استصوابی دیگران منوط بشه، حالا استطلاعیش هم بده. وقت از او بدتر است که تهش نوشتن این دوره خودش زمان خاص خودش داره، یعنی 20 سال اون دوره طول میکشه، این هم میتونه 50 سال باشه. یعنی توش بنویسن 50 سال باید شما هر کاری که در توسعه غنیسازی میکنید باید به تناسبات. تازه یه اصل دیگه ای هم گذاشتن که همه یا هیچ، یعنی اگه شما یه بندش قبول نکنی کلش میره هوا. خب این که مخالف قانون اساسی، مخالف به اصطلاح استقلال کشوره. من تعجب میکنم نماینده‌های مجلس که بعضی چیزای کوچولو رو انقدر دنبالش میرن. یه سند به این مهمی، البته گفتم پایه حقوقی نداره ولی پایه اهمیت داره که به صورت سندی است که نظام ما تعهد کرده وفای به عهد باید پشتش باشه. این سند رو باید جیک و پوکش، حالا من میتونم براتون ساعتها دونه دونه براتون تفسیر بگم، شاید به مصلحت هم نباشه به مقدار زیادی بحث کنیم الان، ولی به نظرم نهادهای مسئول بخصوص مجلس باید تمام این سند رو دقیقا بررسی کنن. این سندی است که نظام ما، دولت ما که مورد حمایت مجلس هم هست، رفته تعهد کرده. خب باید اینو بدونن، اصلا باید از بحر باشن این متن رو، نه اینکه کلی شعار بدن. و فرهیختگانم هم اینجور دانشگاهی ها، اونا اصلا برایشون مطلبی نیست. در دانشگاه از هر جناحی همه اونایی که علاقمندن این رو دقیق بفهمن باید این سند جلوشون بذارن. نه تنها خطوطش رو، بین خطوطش هم معنا داره لحاظ حرفه‌ای، اینا رو در بیارن. دانشجوهای عزیز ما باید سند رو دقیقا بفهمن چیه. اینا چرا نمیشه؟ به نظرم اینا بده برای نظام ما. بصیرت لازمش ایناست، اینا قوت برای مذاکره کننده های ما. مذاکره کننده هرگز نباید احساس ضعف کنن، چون یک نظام بزرگی پشت سرشون هست، منتها اینا همه قوتشون هست در مذاکره. چطور اونا هر چیزی دم به دم میرن کنگره، هی میگن کنگره رو قانع کنیم، کنگره رو قانع کنیم، تازه معلوم قانع شده یا نشده. خب اینجا هم باید بدونن در کشور ما هم خیلی چیزا هست که باید قانع بشن، خیلی مردم باید قانع بشن، فرهیختگان باید قانع بشن. یعنی میخوام بگم ما یه تنبلی داریم، این اصلا بد نیست. نه دولت با احساس ضعف کنه، یه جوری نباید بشی که بگن حالا هر کی انتقاد کرد مثلا با دولت داد. نه، ما همه پشت سر دولت عزیزمون هستیم، دولت مال ماست. منتها این یک کار مهم است، یه پروسه بسیار جالب تاریخی است که استقلال ما ببینید چی هست. از ایران اسلامی رو با ایران قبل، دستاورد این انقلاب ما چی هست؟ از ایران وابسته دیکتاتوری تو سریخور به مهد بزرگ دموکراسی، ایران اسلامی و مستقل. خب این گوهر محافظت میخواد، این الماسه، اینو باید محافظت کنیم. محافظتش به همین است. این بحثا بسیار سرزنده است. با روحیه شاد انجام بدیم، لازم دعوا کنیم. این کار حرفه‌ایه، کلی هم مزه داره. یعنی لغت به لغت بحث حرفه‌ای کنیم، مباحثه کنیم، نه دعوا، مباحثه. حالا سوالات ما خیلی زیاده ولی تا همینجون زمانمون هم داره میگذره. یکی از چیزهایی که ما تو این مدت بخاطر تو این 3 هفته از مقامات آمریکایی دیدیم، بحث‌های مختلفی رو همونجوری که اشاره کردم، مثلا بحث‌های غیر هسته‌ای رو هم بعضا پیش کشیدن، مثل قضیه حمایت ایران از حزب الله، محور مقاومت، مثل قضیه حقوق بشر. اینها در واقع تو همون میشه گفت جدول جنگ روانیشون قابل تحلیل دیگه، درسته؟ و همچنین اظهارات اخیر احمد شهید. بیان مقام معظم رهبری جامع بوده در این قضیه. ببینید جمهوری اسلامی تهدید بزرگی برای سیاست تسلط بر منطقه ماست و جهان اسلام. خیلی دردسر براشون. جمهوری اسلامی امروز به یک کابوس برای کسانی که دنبال جهانگشایی بودن تبدیل شده. خب طبیعتاً جبهه‌های مفصل علیه ما باز شده. تحریم‌های اقتصادی راجعش زیاد بحث کردیم. تهاجم رسانه‌ای، فرهنگی و تبلیغاتی جبهه دیگه است. تهاجم امنیتی، یعنی انواع تروریسم امروز یک روش و یک سلاح بسیار متعارفی شده برای پیشبرد اغراض غربی ها. همین چیزی که اونا میگفتن ما جنگ با تروریسم آغاز کردیم بعد از جریانات 11 سپتامبر، امروز اینا بزرگترین حامی تروریست هستند. بحث حقوق بشر وسیله است برای حقنه کردن خودشون به دنیا. اینا که میگفتن اسلام با شمشیر پیشرفت پیدا کرد، امروز شما خشنترین روش تحمیل یک عقیده که عقیده لایسیته هست شما به بقیه جهان دارید میبینید. با زور حقوق بشر اصلا پرچم یک تهاجمه، نه بشری مطرحه نه حقوقش مطرحه. غربی ها که بشر رو باش ارتش قائل نیستن. اگه ارتش قائل بودن انقدر به راحتی صدها هزار نفر نمیکشتن. بنابراین اینا بخش های مختلفی از یک تهاجم است و دقیقا همین جوره. یعنی شما اگه اصلا شما از فردا بگید ما کل قطعنامه های تحریمی رو پذیرفتیم، کل تشکیلات اتمی ما خلاص تمام، ولش کنیم، هرگز شما رو ول نمی‌کنن. در همین قطعنامه‌های تحریم بحث موشک‌های ما است، توان دفاعی ما است. منده معتقدم به تناسبی که اینا در امر هسته‌ای به ظاهر یه خورده‌ای به اصطلاح تساهل کنن، 100 برابرش در حقوق بشر بالا میبرن. و ما باید بسیار آگاهانه با وضعیت فعلیمون روبرو بشیم. خدمتتون بگم رکن اول بصیرت این است که بدونیم در چه وضعیت هستیم. اشتباه فکر نکنیم. یعنی شرایطمون رو خوب بفهمیم. امروز ما باید بدونیم که چه نقشی در منطقه داریم. خب شما در امر سوریه میبینید دیگه، این همه طراحی کردن، این همه امکانات آوردن، این همه جنایت کردن، منتها شکست خوردن. یکی از عوامل مؤثر این شکست سیاست‌های بسیار داهیانه جمهوری اسلامی بود. چطور آمریکا از ایران شکست بخوره، غرب از ایران شکست بخوره، میلیاردها دلارهای نفتی اموال مسلمین که صرف این جنایت‌ها شکست بخوره، اینها برای اون قابل تحمل نیست و این البته یه بحث بسیار جدی است. همچون که اشاره کردید این تهاجمات ادامه داره. البته هر چقدر این درخت بلندتر میشه و بر بیشتر و میوه بیشتر پیدا میکنه، سنگهای بیشتری سمتش هدف میره. این باعث دلسردی نیست، فقط ما باید اون رگ اصلی قدرتمون رو تشخیص بدیم، روی همون باید انگشت بذاریم. باید جمهوری اسلامی به این تجربه بزرگ ملی ما روز به روز جلوتر بره. چون تمامش گفت آخرین سوالم هست که شاید برای مردم هم جالب باشه، برخی از این مباحثی که حالا گفتم اظهار نظرهای اخیری که احمد شهید کرده، اصلا این اتهاماتی که به ما مطرح میکنه تو چه سرفصل‌هایی داره آقای دکتر؟ می‌دونید این اتهامات چند مقوله است. مقوله اولش این است که اصلا چرا بعضی از قوانین شما مبتنی بر اسلام، عوضش کن. حالا ما قصاص داریم در اسلام، خداوند متعال در قرآن می‌فرماید که در قصاص حیات است برای شما، یه قصاص بذارید کنار. یا مثلا احمد شهید به عنوان یه متفکر برای ما ترازوی ارزشی شده، میگه که اصلا سب انبیا و توهین انبیا چیز مهمی نیست. یا در امر ازدواج میگن که شریک آدم در زندگی لازم نیست که جنس مخالف باشه، میتونه هم جنس باشه. اینا اکتشافات حضراته. خب ما اینا رو قبول نداریم. اصلا ما چرا حق نداشته باشیم لایف استایل خودمون رو بر اساس اسلام تنظیم کنیم؟ این حق مسلم ماست. ما چرا باید مثل غربی‌ها زندگی کنیم؟ اونا چه تحفه‌ای هستن مگر؟ خب یه بخشی از اینا اینه. یه بخشیش دروغ‌های آشکاری است. مثلا میگن شما در کشورتون افراد رو بدون محاکمه اعدام میکنید. یک مورد ما نداریم. بله یه وقت یه محاکمه ای رو ممکنه بگن که این محاکمه یه جاش اشتباه شده باشه. خب در هر محاکمه رو در واقع قاضی نمیده و قاضی هم انسان میکنه اشتباه کنه. مگه اشتباه در کجای دنیا نیست؟ میگن شما زندان هاتون به طور سیستمیک و سیستماتیک، این هر دو بار حقوقی داره، شما شکنجه میدید. دروغ بسیار بزرگی است. مرکز آدمکشی ها زندان های خودشونه. یعنی وقتی گزارشگرهای بین المللی زندان های انگلیس رفتن، گزارششون رو بخونید. گزارشگرهای بین المللی فاجعه است. همچنین در آمریکا. در امور داخلی ما دخالت میکنم، ولی از همه کریه‌تر این است که گروه هایی که در کشتار مردم مادرک‌های تروریستی بودن به اسم مدافعان حقوق بشر اینجا مطرح میشن، اسم میبرن. افرادی که مثلا جزء گروه پژاک بودن، آدم کشتن، خونهشون رفتن گرفتن، توش آرپیجی بوده، بمب بوده. خب اینا محکوم شدن به زندان، یکی دو تاشون هم به اعدام. گفتن اینا مدافع حقوق بشر، حقوق بشری که با آرپیجی باید ازش دفاع کرد، این حقوق بشر که نیست، که این ضدیت با بشره. بنابراین این حرفای بی اساسی است. قوه قضاییه به کمک نهادهای دیگه در ستاد حقوق بشر، ما اینا رو به تفصیل جواب دادیم، دونه به دونه. صدها صفحه ما داکومنت های دقیق داریم که در سازمان ملل ثبت شده. این اتهامات رو کاملا پاسخ دادیم، مستنداً پاسخ دادیم. و هیچ وقت هم از این حرفا ما اینجور نیست که مثلا کنار بذاریم یا بترسیم. 100 بار هم تکرار کنن، 100 بار ما جواب مستند بهشون خواهیم داد. میدونیم حرفا از کجا در میاد. میدونیم چه دلارهای صرف این گزارش ها میشه. به نظر من تخلفات احمد شهید کاملا شأنیت سازمان ملل رو در امر حقوق بشر زیر سوال برده. جمهوری اسلامی نظام قضاییش افتخارآمیزه. نظام قضایی بسیار باز و اوپنی داره و ما افتخار میکنیم به دستاوردهای قضاییمون در کشور، مثل دستاوردهای اجراییمون و به دستاوردهای پارلمانیمون. هیچ وقت اینها نمیتونن بارومتر پیشرفت ما باشن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی گفتگوی خوبی بود، خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که بینندگان عزیز ما استفاده کرده باشن. از محضرتون خیلی ممنون که تشریف آوردین.